دلسردی پاکستان از واسطه در روند صلح افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان و تیرگی در روابط میان اسلام و کابل این نخستین باری است که پاکستان چنین موقف را در خصوص مذاکرات صلح اختیار کردند اسلام در چند ماه گذشته بارها از آمادگیش برای تسهیل گفتگوهای صلح میان افغان ها خبر داده بود و به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی پاکستان گفته است آنان از هر اقدامی که منجر به کاهش شورشگری و جنگ شود استقبال استقبال همکنون میان دو طرف مذاکره حکومت افغانستان و طالبان که آیا خواهان از سرگیری گفتگوهای صلح هستند یا خیر اجماع نظر وجود ندارد حکومت افغانستان و طالبان باید روی وضعیتی با توافق برسند که هر دو طرف فکر کنند که مباحثات مفید می باشد طالبان دیدگاه دوگانه در مورد مذاکرات صلح نیز دارند که از دید برخی آگاهان پاکستان را در موقف دشوار در زمینه کشاندن آن گروه به پای مذاکرات صلح قرار داده است اما سرتاج عزیز هشدار داده است طالبان نسبت به گذشته در روند صلح افغانستان دلسر شده و احتمال زیادی وجود دارد که این گروه هیچگاه برای مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نشوند طالبان نسبت به گذشته برای مذاکره با حکومت افغانستان دلسرد سرد شدند و فشارهای ما نیز بالای این گروه نتیجه مثبت نداشته است اما چیزی که ما روی آن تاکید داریم و خواهان آن هستیم تامین امنیت در افغانستان است پاکستان در حال از کمک به روند صلح افغانستان پاپس می که مقام های حکومت افغانستان این کشور را به پناه دادن تجهیز و تمویل شوریشان متهم می کنند.